صحبت های جان بولتون در واقعی که دشمنان ایران زمین مسلح شدند و صحبت های مکرون که دست های ایران فراتر از غرب آسیا رسیده است و صحبت های فرمانده ارتش رو که دشمنان به فکر نابودی ایران هستند و خبرهای دیگر رو با شما خواهیم دید و هم دست آخر پایان هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان را با هم ورق خواهیم زد. سلام ایرانیان، سلام تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، سرتاسر جان. دوستان عزیز، جان بولتون یک نوکان روانی، کسی که سویلاش یاد آدم و یاد جنایتکاری مثل جنرال کاستر همون بود که میگفت یک سرپوست خوب سرپوست مرده است. لابد الان این الدنگ، این زیرمشکلون بولتون میگه یک ایران خوب ایران مرده است، ولی خب این آرزو رو به گور خواهند برد. حالا این بولتون هیچ وقت از گلوی سیاست در آمریکا پایین نرفت. یه زمانی جورج بوش پسر اونو به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل معرفی کرد، بعد جمهوری خان و دموکرات گفتن بابا این مشنگ، این دبنگ، این دیوونه است، برکنارش کردن. البته دوستی صمیمی داره با عجوزه هزار شوهر مریم سرهر و تا اینکه ترامپ خودش گفت اومد اونجام بوسید، التماس کرد، منم یه شغل بهش دادم، دبیر شورای عالی امنیت ملی. بعد اینکه گند زد تو ونزوئلا در رابطه با ایران، خروج آمریکا از برجام و چیزهای دیگه، برکنارش کرد. و اصلا اون کتابی که بولتون نوشتم، ترامپ یه چند تا فوش کشدار و فوشای ناموسی حوالهش کرد. چنین فردی که با این رزومه که دو سال پیش گفت جمهوری اسلامی 1400 رو نمیبینه، حالا اومده در رسانه ملکه خب مرد راسی، الان رسانه چارز دست پاچولفت، من برنامه قبلی اشتباه گفتم فیلیپ، این فیلیپ آدم بدبختی بود، البته دو سال پیش که مرد بی بی سی با سش سنگ تمام گذاشت از بخش فارسی فقط وهوه نکردن. یعنی فیلیپ یعنی چوباخله، یعنی چغندر، اسمش هم تو شناسنامه بچه ها ثبت نمیشد، اصلا هیچ کنک بود. فقط کمک کرده بود که ملکه این چارز و نمیدونم چند تا دیگر رو پس بندازه. چون نسل از ملکه منتقل میشه. اینو هم تو پرانتز بگم، ما دو نوع ملکه داریم، یه ملکه داریم مثل این ملکه خودمون هندرمو. ما زنی که عامل بدبختی شوهرش باشه میگیم هندرمو. این هندرمو این یه ملکه از زن پادشاه نفر دومه و فلان و حرفا. یه ملکه داریم که پادشاه پسر نداره، دخترش میشه ملکه، یعنی میشه شاه، تمام قدرت رو قبض میکنه. شوهره چیه؟ چوباقله. الان کی قراره واسه ایران این نقش رو بازی کنه؟ نور پهلوی. بعد یه آفریقایی تبار یه نردی من میاره به عنوان چوباخل شوهرش میشه کینگ ایران، چه میدونم یه چیزی میشه، پرنسز ایران، پادشاه، ملکه. خب این با رعنا رئیم‌پور همو بود که چند فایل قبل دیروز پریروز بود که فایلش منتشر شد، نگران تجزیه ایران از سمت سود اینترنشنال شده بود، حالا مسابقه کرده با این مرده که روانی متوهم، این دیوونه، این مشنگ جان بولتون. بشنویم صحبت‌های این گمال زیرمشکلون رو. شدت گرفتن، فکر میکنم فرقش الان این هستش که اپوزیسیون ایران حالا داره مسلح میشه با اسلحه هایی که از پایگاه های بسیج گرفته، با اسلحه هایی که از نقاط کردستان عراق داره وارد ایران میشه. برای همین فکر میکنم که چشمانداز یک تلاش سیستماتیک اپوزیسیون، نه فقط اعتراض بلکه بکارگیری زور و قوه قهریه علیه حکومت با این پیام که ما دیگه غیر مسلح نیستیم، ما میتونیم مقابله بکنیم با سپاه پاسداران، همه اینها نشون میده که جایگاه حکومت ایران الان بسیار بیشتر در مخاطره هست. البته آقای بولتون شواهدی نداریم که نشون بده که معترضان در خیابون مسلح هستن. و در نهایت فردا انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکاست، چنانچه کنترل مجلس نمایندگان به دست جمهوری خواهان بیفته، فکر می‌کنید چقدر اون منجر به تغییر موضع آمریکا در قبال ایران میشه؟
بذاری من اینو به شما بگم که گزارش هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از ایران منتشر میشه که نشون میده سلاح اتفاقا هست در دست اپوزیسیون، نشون میده که خیلی از نیروهای امنیتی دارن فرار میکنن از دست اپوزیسیون و در بعضی موارد تبادل آتش هم تو سر دیوا کلام. من فکر میکنم زیر مشکلو اربابات در کردستان در صورت دوستان از اینا خیلی علاقه مندن که ایران جنگ داخلی بشه، سوریه سازی بشه و به قول دارالحرب بشه. دارالحرب چی؟ آدمخوران منطقه. باید تو سوریه اکثر داعش و جبهه النصرت از اروپا، از هندوستان، از کشورها مختلف جمع شدن در سوریه و اون فاجعه رو خلق کردن. همین فاجعه شاچراغ، تروریست ها همه غیر ایرانی. توی باکو هم اینا برنامه شون رو تعریزی کرده بودن، تو ایران اجرا شد. آیا اگر کوچکتر خلای قدرتی پیش بیاد، حکومت مرکزی ضعیف بشه، ایران دارالحرب کشورهای منطقه نمیشه؟ هم رافضی از نظر وهابیون مدهور الدم، یعنی ریختن خونش تون مباح. و زن و بچه های ایرانیان هم ببریم به کنیزی، کوچکترین خلای قدرت این میشه دوستان عزیز. حالا بعضی شوتلی مثل زرقامی اینا روز اولی حرفا رو میزدن، اینا اینقدر به دنبال جذب فالوور و نمیدونم کسب محبوبیت واسه آینده خودشون هستن که عقلشون رو تعطیل کردن دوستان عزیز. خب جدا از صحبت‌های این از زیرسری مرحله بدتر از زیرمشکلونه دوستان عزیز. زیرسری یعنی کسی که دیگه خودش رو تقدیم کرده به اربابش، یعنی زیر پای ارباب دیگه دراز کشیده. خب بریم صحبت های مکرون، امانوئل مکرون با اون زن افریت عجق وجقش میگه باید شیوه مقابله با ایران را تغییر دهیم. چرا؟ لیش به قول برادران عزیز عربمون، واسه چی؟ این که تهدیدهای ایران فراتر از محدوده غرب آسیا گسترش پیدا کرده، باید شیوه مقابله با تهدیدهای ایران در جهان را تغییر ده. یعنی ایران امروز بازوانش خیلی فراتر از منطقه غرب آسیا است، در آفریقا، در آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین. شما به قول نتانیاهو هر جا برید ایران رو میبینید. و این یعنی قدرت، این یعنی اقتدار، و دشمنان ایران از این میهراسند دوستان عزیز. خب دیدید این رسانه‌ها روی این زوم میکنن که روی نداشته ها، آی یک نقطه ضعف میبینن اینو بولد میکنن که ایرانی به داشته هاش فکر نکنه. چی داره؟ یه سوالی همیشه بعضی از این ایران ستیزان اپوزیسیون در به داغون میپرسن، آقا ما بچه بودیم به قرآن همش یادم غذای رسمی منطقه ما آپیازی بود، مردیم اینقدر آپیازی خوردیم، برنج شاید هفته ده روزی به مناسبت‌های خاص یه بار برنج می‌خوردیم. کی داشت؟ آقا جمهوری اسلامی، اینو توی یکی از کانال‌ها تلگرامی دیدم، جالب بود واسم. جمهوری اسلامی چه کار کرده تو این 43 سال واسه مردم چه کار کرده؟ ما سوئیس نبودیم، ژاپن، آلمان هم نبودیم، یک کشوری هستیم به قول پادشاه مردمش تنبل، بروری نیرو کارشون پایین، شایع دوست، مرغ همسایه قازه، مصرفگرا و خیلی چیزهای دیگه. حافظ سیاسیشون ضعیفه. یکی مراسمی بودیم، یکی از اقوام گفت والا زمون شاه خیلی مردم خوب بود، سیر بودن. گفتم والا من هر کسی نشناسم تو رو میشناسم. پدرم میگفت پدرت حتی چوب نداشت که آتیشی باش روشن کنه. میگفت خدایا چیزی بهم ندادی، آتیشم بهم ندادی، چوبی هم ندادی آتیش توی سرما روشن کنم. حالا تو برادرات چند تا خونه و مغازه و فروشگاه و بچه هاتون همه زن گرفتن و خونه و ماشین و اینا. زمونشا خوب چی داشتی زمونشا؟ اینا رو که بهش گفتم مثل این که حافظش برگشت که آره راست میگه زمونشا بدبخت بودیم. بعضی ها رو باید زد تو صورتشون دوستان، یادشون انداخت. خب پزشکی میرفتیم
میگفتن دکتر بنگلادشی تو بازار برید مریض میشدیم میرفتیم اونجا، دکتر هندی فلانجا، دکتر پاکستانی اون بره. تو کشور ما همش پاکستانی بود، بنگلادشی بود، هندی بود، و این کشور ها پزشک ایرانی کم بود. خب حالا جز 4 کشور برتر دنیا در درمان ناباروری، 10 کشور دنیا سازنده داروهای بیماری خاص، جز 5 کشور برتر دنیا در علم ژنتیک و رویان، جز 4 کشور اول جان در ارتوپدی، عملهای زیبایی. اصلا ایران پایتخت عملهای پایتخت عمل پت نفت دماغ. ایرانی هم تو هر کاری افراط میکنن، همه شدن دماغ عملی. دماغای اورجینال دیگه کم پیدا میشه دوستان عزیز. خب حتی خیلی از سلبریتی های کشورهای غربی هم میخوان عمل زیبایی کنن میان ایران، چون هم بهتره هم ارزون تره. ساخت هزاران مرکز درمانی مجهز در شهر و روستا، ورزشی، حالا ورزشی رو نمیخوام بگم، نظامی، جز 8 کشور قدرتمند نظامی دنیا، جز 7 کشور قدرتمند موشکی که من میگم جز دو قدرت، دومین قدرت، شاید هم اولی علاوه تنوع ما اولی. بابا روسیه یه اسکندر داشت پوزشو به ما میداد، تاکتیکی، مایل پرتاب، سوخت جامد. ما امروز 10-20 نمونه ما موشک تاکتیکی داریم، فاتح صدده، فاتح مبین، نمیدونم دسفول، ذوالفقار، خیبر شکن، نمیدونم سلیمانی و خلیج فارس. آمریکایی‌ها چی دارن؟ علاوه تنوع میگم، همه هم نقطه زن. بعد جز 5 کشور سازنده زیردریایی و دومین کشور سازنده اژدرهای حباب‌ساز، روسا این اژدر اشکوال، این یه اژدریه جلوش تولید حباب میکنه که این نوک اژدر با آب تماس نداشته باشه، در نتیجه سرعتی اژدر خیلی زیاد میشه، یعنی هیچ طوری نمیتونن با این مقابله کنن. ما نمونهشو ساختیم با 2 برابر سرعت به اسم اژدر هوت. اینه فقط روسا داشتن و ما ساختیم بهتر از روسا. خب انواع موشک‌های کروز و بالستیک، ساخت انواع پهپادهای پیشرفته بومی. میبینید که اون موترپرش، اون وزوزی چیکار میکنه تو جنگ اوکراین. ساخت انواع ناوچه و تانک و هلیکوپتر بومی. دانشگاهی، افزایش 10 برابری تعداد دانشگاه و دانشجویان. رتبه زیر 100 دانشگاه‌های معروف ایران در دنیا، 75% جوانان 20 تا 35 ساله تحصیلات آکادمیک دارن. رتبه اول تا 5 مسابقات جهانی رباتیک، رتبه بالای المپیادهای علمی، دانشجویی و دانش آموزی. علمی، رشد شتاب اول علمی دنیا قبل از دولت روحانی. این حسن گمال. خاک تو سر زیبا کنا. خرد کپو تاج زاده. اینا واقعا سونامی بودن. مقام اول تولید علم و مقاله قبل از دولت روحانی. جز 8 کشور دارنده دانش بومی هسته‌ای. جز 5 کشور دارنده دانش پیل سوختی. جز 7 کشور اول در نانوتکنولوژی. جز 10 کشور سازنده ماهواره و فضاپیما. جز 10 کشور سازنده گوشی تلفن هوشمند سه هسته‌ای با تکنولوژی بومی GLX. جز 8 کشور برتر سازنده سطح‌های بتنی و خاکی و تأسیسات نیروگاهی. کلا نظام مهندسی ما تو دنیا پرفکت، عالی، توپ. جاده سازی، تونل سازی، ساختمون سازی، پل سازی، سد سازی ما داشتیم. این سد دز نزدیک من و اینا آمریکایی یا ایتالیایی یا ساختن. الان فرزندان ایران زمین خودشون میسازن، تازه میرن کشورهای دیگه هم میسازن. ما تو تاجیکستان تونل دوستی رو ساختیم، اگه اشتباه نکنم دوستی بود، تو کشورهای دیگه هم همینطور. خب کشاورزی، رتبه های اول تا 7 جهان در تولید زعفران، پسته، گردو، خرما، سیب، مرکبات، هلو، زردالو، خیار، هندوانه. خودکفایی در گندم، احداث 700,000 هکتار گلخانه و مزرعه مکانیزه. رتبه اول تولید حبوبات در آسیا، رتبه بالا در تولید گل، رتبه 7 دنیا در تولید و رواج گیاهان دارویی و سنتی. رفاهی، ساخت هزاران کیلومتر جاده کوهستانی روستایی و پوشش 90% جاده های کشور، برق‌رسانی بیش از 95% مناطق کشور، گازرسانی به 80% مناطق کشور، پوشش ارتباطات تلفنی و موبایل در بیشتر از 90% مناطق کشور، پوشش اینترنت در بیش از 80% کشور. حالا قرآنی و مذهبی هیچ. سیاسی، تشکیل گروه‌های به شدت طرفدار ایران و هسته‌های مقاومت از شرق تا غرب عالم.
این غرب رو از بدبخت کرده، بیچاره کرده. ما امپراتوری مقاومت تشکیل دادیم. امروز تیمن قدرت ایران، تازه زمان شما داخل ایران هم قدرت نداشتیم، دست آمریکایی‌ها بود، 45,000 مستشار آمریکایی شاه مملکتمون هیچ کاره بود، اونا بودن قدرت رو میچرخوندن دیگه، ایران رو میچرخوندن، ارتش اونا در دست داشتن، همه کار اونا بودن دیگه. ما هم وارد کننده تسلیحات، تجهیزات و ماشینالات غربی بودیم، خودمون چی بوق. مثل حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، حماس در فلسطین، الوفاق بحرین، حوثی یمن، شیخ زکزاگی در نیجریه، سپاه بد، بدر عراق، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، مقاومت سوریه و و خیلی های دیگه. تبدیل شدن به بانفوذترین قدرت منطقه. در ضمن تمام این پیشرفت‌ها در حالی بوده که 8 سال جنگیدیم، تحریم علمی و اقتصادی بودیم و فروش نفتمون نسبت به زمان شاه از 6 میلیون بشکه که موقع به قول معروف مقام اول فروش نفت جهان داشتیم به حداکثر 2 میلیون بشکه در روز رسیده و جمعیت هم از 30 میلیون به 80 میلیون نفر رسیده و به همین نسبت هزینه هم چند برابر شده است. گاهی وقتا مثل اون فامیل ما باید اینا رو زد تو صورت بعضیا که نمیخوان بشنون. خیال کردن زمان شاه ایران ژاپن بوده. عرض میکنم با این مردمی که بهره‌وری نیرو پایین، کارشون بسیار پایینه، اولا خودم میگم، بعد کشور و تلقیشون از کشور اینه، کشور ایران هتل جمهوری نظامم، رژیمم، گارسونه، منم لم بدم پاهمو بذارم رو هم دیگه، او بیاره برام خدماتش کاهش یافت برم هتل دیگه. خب برو ببین تو هتل های دیگه، ایرانی هایی که رفتن هتل های دیگه کشورهای غربی، ببینم مفت دادن بهشون یا مثل ربات بعد 16 17 ساعت در روز کار بکنن، آخرش هم به جایی نمیرسن. کار مفید ها، نه مثل ما خلی که از همکاران میگم ما میایم سر کار تازه استراحت میکنیم، کارمون تو خونه است، جای دیگه خارج از محیط کاره. این واقعیات بپذیریم دوستان عزیز. خب اما بریم سراغ پیاخو طایفه. امیر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده دلاور ارتش ایران: تجزیه هدف نهایی اعتراضات در ایران است و مسیر این تجزیه طلبی نیز از طریق سوریه سازی کشور با ایجاد آشوب، تخریب و تعطیلی چرخ تولید و اقتصاد و خاموشی مراکز علمی و فناوری می‌گذرد. جان بولتون هم همین رو می‌خواد، اسلحه بیاد، ناامنی، جنگ داخلی که تمام مراکز صنعتی، تولید علم، دانشگاهی همه از کار بیفتن، کشور نابود بشه. بعد مثل عراقی که آمریکا اومد تسخیرش کرد، همین اسرائیلی‌ها اومدن، برخی آمار میگن 250 تا 400 تا از دانشمندان تاپ عراقی رو یکی یکی شکار کردن و کشتن. یه ما بادا به دولت بعد برسن که دیگه عراق تا ابد، تا سالهای سال بلند نشه. این اتفاق هم واسه ما میفته، به همین سادگی، به همین خوشگلی. خب دشمنان با جنگ شناختی موفق شدن در ادراک و شناخت برخی از مردم ما تأثیر بگذارن و یعنی و این یعنی توانستن خرمشهرهایی رو فتح و ما باید تلاش کنیم این خرمشهرها رو آزاد و خواهران و برادرانمون که به اسارت دشمن آمدن را به خانه برگردن. یعنی ذهن دشمنان ایران زمین رو مسخر خودشون کردن، در دست گرفتن، کنترل اسکل کردن، کنترل ذهن برخی از ایرانیان الان توسط سود اینترنشنال، توسط دشمنان ما، توسط بی بی سی، مزدوران ملکه و کسای دیگه، ملکه چارز دست پا چلوف. خب مثل این ورزشکار ما در سالی باز بود که موهاش این علامتی داره که موهان گرفت با قیچی میزنه، یعنی این کاریکاتور هم قشنگه، مغزش گرفتن داره میبره، یعنی تقدیمش میکنه به کی؟ به سگهای آمریکایی و سعودی. نتیجه جز نتیجه هم غریبی در کشور خودشونه. اینا که با قهرمانی اومدن دیدیم که از در پشتی فرودگاه بردنشون، نه مراسمی نه چیزی. کسی که به پرچم کشورش، به سرود ملی کشورش بی توجهی کنه، بهتری قهرمانی هم بیاره مفت نمیارزه، باید زد تو دهانش. مگر این کسافتا واسه چی رفته بودن؟ واسه که این پرچمه بالا بره، واسه که افتخاره واسه کشور بیاره. وقتی شما توهین میکنید دیگه باید گوشمالیتون کنید، دفعه دیگه ادا اطفارای به قول معروف خونک در نیموش بیشعور، ما هم اهل مد و نمونیم جا، مد روز دیگه، این ادا اطفارا شده مد روز.
و باید این کارو بهشون کرد که دفعه دیگه یاد نگیرن با منافع ملی، با مقدسات این کشور بازی نکنن، تو پازل دشمنان ایران قرار نگیرن، تخم چشممون باشه، درش میاریم پردش میدیم دور، شوخی نداریم که حالا رفتی یه 4 تا لگد به توپ زدی. این زمانی ارزش داره که باعث بشه اون پرچمه بالا بره، اون افتخاره بیاد واسه کشورت. این که نباشه میخوام 100 سال سیار شما چیزی به دست نیارید، زیر مشگلونیا. خاک تو سرت زیبا کلام، خرد کپول تاج زاده. خب آقا پلیس، یه فیلمی میخوام نشون بدم از پلیس مهربان آمریکا. واقعا این پلیس از مهربانیش هر چی بگی کم گفتی. چقدر پلیس ما سختگیر و چیزن، تو آمریکا اومده شوخی کرده با پلیس، شوخی. ببین پلیس مهربان آمریکا چه کارش میکنه. کی بود از سلبریتی ها گفت وقتی پلیس آمریکا میبینیم احساس امنیت میکنیم؟ ببینید. به همین راحتی کشته. شوخی داره باد. حالا برید بی شرف های ایران ستیز یا عقل باخته های مغز آریتی، ذهن آریتی، ذهن اجاره‌ای که ذهناتون اجاره دادید به سود اینترنشنال، برید بگید پلیس ایران بیرحمه. پلیسی که توی کرج تفنگ داشت و مردن، کشته شدن، شهید شدن، اما حاضر نشدن هموطناشونو با تفنگی که در اختیارش بود بزنن، اما جون خود شیرین خودشون از دست دادن. کثافت های بیشرف. اما این نقاشی هم جالب بود، این عبدالحمید اسماعیل زئی، این وهابی. نمیدونم چرا این وهابی ها هرچی زمان میگذره صورتاشون کریه تر میشه. این داعش و اینا بماند. یه چیزی داشت، مفتی داشت عربستان، بنباز، بذارید تو اینترنت، آخره عمرش دقیقا مثل ملاکت، بچه میدیده شب خوابش نمیگرفت، اینقدر زشت. چون نشون میده که باطن زشتشون از اون صورتشون میزنه بیرون. این کاریکاتور اسماعیل زئی میگه زن زندگی آزادی، بعد 4 تا زن داره، خودش فقط ماشین جوجه کشی واسه تولید مثل. کثافت. تا حالا مف خورده بود توی بغل اصلاح طلبان، حالا دم در آورده، دمت قیچی میکنیم زیر مشکلون عربستان سعودی و وهابیون. اینجا هر کسی بخواد با منافع ملی ایران بازی بکنه در ایجاد اختشاش آشوبا، گوشتو میپیچونیم آقای عبدالحمید، مطمئن باش این بدون جواب نمیمونه. خب این هم پدر شهیدی که شهید عجمیان که نه سیاه پوشید نه گریه کرد، بالا سر جنازه پسرش توسط اوباش به شهادت رسیده، حتی پیرن مشکی تن نکرده و در مراسم تشییع پسرش گفت گریه نکنید، پسرم عزتمند شد، جمعیتی که برای پسرم آمده را ببینید، چقدر به این عزیزان مدیونی. این روحیه دلاوری، این روحیه یک انسان با شرف. مقایسه کنید با طرف مقابل، چقدر بی شرف، بی حیا، بی وطن. هرچی بی تو دنیا هست بذارید اول کلمات اینا، تو بی غیرتی و بی ناموسی خودشون اینو افتخار میدونن. این واکنش هم جالب بود، رسانه‌های خارجی پرتاب ماهواره‌بر قائم، میگه سعودی‌ها دارن جشن هالووین رو میگیرن، ایرانی ها از این ور ماهواره به فضا میفرستن. اینا هم ببینید، این چند ثانیه رو ببینید. این جشن هالووین است که در عربستان چند روز پیش برای اولین بار برگزار شد و البته انتقادهایی را هم در فضای رسانه‌ای این کشور و کشورهای مسلمان به دنبال داشت، مثل انتقاد این فرد آمریکایی که 3 دهه پیش مسلمان شده.
واو سبحان الله this is happening in Riyadh Saudi Arabia. سبحان الله این صحنه در ریاض می‌گذرد. زمانی که یکی مثل من 31 سال پیش اینجا مسلمان شده. من تمام آن تعطیلات بت پرستانه رو پشت سر گذاشتم. این مرا ناراحت می‌کند. ببینید فردی که در اسلام متولد شده است بت پرستی رو که من ترک کردم جشن می‌گیرد. حالا که ایران موفق به پرتاب ماهواره بر شده، شبکه العالم جشن هالووین عربستان را با پرتاب ماهواره در ایران مقایسه کرده. رسانه ها این دستاورد ایران رو با دستاورد جدید عربستان سعودی در زمینه برگزاری جشن هالووین مقایسه می کنند. منظور مجری العالم این واکنش هاست. در حالی که عربستان سعودی مشغول موسم الریاض 2022 است، ایران لحظه پرتاب موشک حامل ماهواره قائم صد. این صدا در شبکه صهیونیستی کان هم شنیده شد. این شبکه در گزارشی اعلام کرد آزمایش موشکی سپاه پاسداران قربون تو برم دوستان از محمد منجل دیگه ارباب این وطن فروشان ما در سعود اینترنشنال و بی بی سی و اینا هست دیگه دستشون تو جیب باباشونه. حالا اومده هالووین و جشن همجنسگرایان توی ریاض حالا دیگه غربی سازیش داره میکنه. میگم لیبرالیسم هم تو عورت و تو چیز خودشونه دیگه، سکس و هر چیزی واسه اش کالاس دیگه، شرف کالاس واسه شون، سکس کالاس، نمیدونم ناموس و وجدان کالاس، همه چی کالاس، هزینه دار خرید، به قول معروف قیمت داره، قیمت چه بدی میخریش دیگه. خب اما بریم سراغ پایان هفته فرهنگی بین هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان. به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، بیش از 51 هنرمند در عرصه‌های مختلف هنری، تجسمی، خوشنویسی، تذهیب، نگارگری، خطاطی، نقاشیگری، سفالگری، مشبک فلزی و فیروزکوبی و چیزهای مختلف در هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان به هنرنمایی پرداختند. هفته فرهنگی جمهوری اسلامی در تاجیکستان با حضور محمد مهدی اسماعیلی و زلفی دولتزاده، محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی 9 آبان ماه جاری افتتاح و پس از برگزاری یک هفته چشمگیر و پرمحتوا به کار خود پایان داد. علاوه بر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شهرهای خوجند، باختر، کولاب و حصار نیز از دیگر شهرهایی بودند که در روزهای فرهنگی و هنری ایران در آنها ادامه یافت. همچنین دستاوردها آثار تولید و خلق شده هنرمندان ایرانی به نمایندگی چند گروه هنری در معرض نمایش مردم همزبان، همفرهنگ، همدل قرار گرفت. همزمان با برگزاری ایام فرهنگی جمهوری اسلامی در تاجیکستان، محمد مهدی اسماعیلی نیز با حضور در آیین گشایش این رویداد بزرگ فرهنگی هنری و بین المللی با چندین تن از مقامات و مسئولان این کشور دیدار و گفتگو کرد. بازدید از برج استقلال و چند آثارخانه یعنی موزه، حضور در محفل شب شعر با شاعران دو کشور، از دیگر برنامه‌های وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی در سفر به تاجیکستان بود. خب رونمایی از آلبوم و مجموعه خوشنویسی و تذهیب با عنوان چراغ دوستگانی، نگارش اشعار توسط شاعران ایران و تاجیکستانی، رونمایی از چندین کتاب شعر شعرهای تاجیکستانی با چاپ و انتشار توسط وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی از دیگر برنامه ها بود. هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چهار شهر تاجیکستان از 9 تا 15 آبان ماه از دیگر برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به تاجیکستان بود. خب برنامه ما هم دوستان عزیز به پایان رسید. قربون تو برم دوستان عزیز. همونطور که میبینید خدا وکیلی ایران عزیز ما شتابان داره به سمت فر و اقتدار میره. از اون بر دشمنان ایران هر روز ذلیلتر، زبونتر، خوارتر، بیچارتر، بدبختر و این نشون میده که ایران در مسیر درست خودش داره به سمت جلو حرکت میکنه و مانند بلدوزر موانع هم از سر را بر میداره. آقا برید کنار، زیر دست پاله نشید، شهرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.